یه اول فصل تو ذهن شما درست کردن کلاخود و یه خطم اینجوری خون اومده و شمشیر و این حرفا، میگن شمایل اول فصل لباس. بعد من به شما بچه هیئتی میگم شغل اول فصل لباس چی بوده؟ از آسمون که پول نمیریخته بخوره، که کار میکرده. شغلش چی بوده؟ کسی که شغلش معماری بوده، کشاورزی بوده، چی بوده؟ پچه رو عکسش با شمشیر میکشید که تو عمرش تنها جایی که میتونست به جنگ نوجوان بوده تو صفین یه بار جنگیده، کلن تو کربلا که امام حسین اصلا اذن میدان بهش نداد. یعنی اگه یه ماشین زمان بود منو شما رو میذاشتن توش، میبردن ما رو مدینه، ما آقا ابوالفضل تو کوچه میدیدیم نمیشناختیمش. شما توقع داریم یکی کلاخود و زره و شمشیر باشه، بعد میگی مثلا بیل دستش و اینجوری، چه ربطی داره اینو به هم؟ چون شغل داشته. بعد دقت کردید معصومین کلا تو ذهن شما شاغل نیستن؟ نه معصومین، هیچ پیغمبری تو ذهن شما شغل نداره. موسی شغلش چی بوده؟ چوپان بوده. خب پس چرا این کاهنان یهود هیچ کدومشون کار نمیکنن؟ موسی خودش کار میکرد، اینا به اسم موسی دارن میخورن. حضرت مسیح شغلش چی بوده؟ همجوری راه میرفت زنده مرده زنده میکرد، داره کار نمیکرد. پس درآمد زندگیش کجا بود؟ صدقه جمع میکرد میخورد، هدیه بهش میدادن، این شد کمال. کسی که بهش صدقه و هدیه میدن این میشه مرشد شما؟ دقت کردید معصومین کلا تو ذهن شما شاغل نیستن؟ حضرت یعقوب شغلش چی بوده؟ والا تو این فیلمی که ساخته بودن اینا برای یعقوب، یه آدم بد اخلاق، اونق، گرگروه، هیچ شغلی نداشت، هیچ کاری نداشت، حتی نمیرفت مردم رو موعظه کنه، هیچی. فقط ازدواج کرده بود، بچه زایده بود، بچه ها کار کنن ایشون بخوره. تو فیلم اینجوری نشون دادش دیگه. بابا انبیا تو ذهن شما بیکارن، چون اگه بگن شغلشون چیه، بعد میگه خب کاهنان یهود، آقایون کلیسا، آقای چه میدونم پاپ، آقای کشیش، جناب آخون، جناب آیت الله، شغل شما چیه؟ باید انبیا بیکار باشن که بیکاری ما توجیه بشه. تمام اهل بیت تو ذهن شما بیکارن. امام حسن عسکری شغلش چی بوده؟ امام حسن عسکری مال 3000 سال قبل نیست که. شما الان از کوروش و داریوش دم میزنید، مال 2000-3000 سال پیشه. اسم بچه هاشون هم میدونید، رسم و کار و شغلشون هم میدونید. چجوری 1200 سال پیش نمیدونید امام زمانتون شغلش چی بوده؟ از آسمون که پول نمیریخته بخوره، که کار میکرده. خب باید بیکار باشه که بیکاری ما توجیه بشه دیگه. من به یکی از مراجع آقایون علمای بزرگ گفتم حاج آقا یه سوال، مردم وظیفه دارن ما میریم منبر به ما پول بدن؟ گو اگه امام حسین پول گرفت رفت کربلا، تو هم پول بگیر از امام حسین حرف بزن. گفتم خدا بابا تو بیامرزه. گو اگه کسی بهت هدیه داد، داده، اگرم نداد، دیدی یه چیزی داد به اسم هدیه ولی معلوم بود به هدیه نمیخوره، نگیری یا اگرم نداد نداد، یه جوری هم برخورد نکنی مجبور بشه بده ها. بچه‌ها پول بگیری بری برای امام حسین منبر، پول بگیری مدعی کنی، بعد قبلش تیک کنی، باید برسن تو حسابت. خب باید بیکار باشه که بیکاری ما توجیه بشه دیگه. یه دهه محرم مثلا 100 میلیون یارو پول گرفته. همه اینجوری نیستن ها، ما کلی سخنران مدعی تو این کشور داریم، کمک هم میکنن، تازه کاسب هم بودن، خودشون تو بازار بودن، اصلا آرشون میشه کسی پاکت بگیرن. ولی یه دکون اینجوری هم دارن، یه عده سخنران و مدعا برای همدیگه هم تهی میکنن، سخنران برای مدعای تهی میکنن، مدعا برای سخنران. شما امام حسینی؟ امام حسین پول گرفت رفت کربلا که پول بگیری ازش حرف میزنی؟ اگه اماممونه که خب هممون باید براش خرج کنیم. حالا من پول ندارم سخنرانی میکنم، این آقا میاد چای میریزه، چای اون یکی بانی میشه چی میده، اون یکی رو قند میاره، اون فلان میاره، اون چی میشه، میشه جلسه. هممون هم بدهکار امام حسینیم، جلسه هم گرفتیم رفتیم، تو چرا باید به من پول بدی؟ شما یه کاری کردی، انبیا شدن بیکار، اهل بیت شدن بیکار، واسه اینکه بیکاری خودت رو یه جوری توجیه کنی.